سلام مرسی می کنم خدمت همه مخاطبینی که این ویدیو رو می بینند و ممنونم از وقتی که برای تماشای این ویدیو می بدون هیچ مقدمی بدون تکرار مکررات اینکه در چهار ماه اخیر در ایران چه تحولات بزرگی در جریان بوده من از این پریز می کنم مستقیما به موضوع مهمی در خارج از ایران میپردازم. موقعیت اپوزیسیون موقعیت نیروهای خارج از کشور و مشخصا بررسی مواضع رضا پهلوی و سلطنت طلبها و پیشنهادی رو در مورد تشکیل دو اعتلاف خدمتتون ارز میکنم تحولات بزرگی که در چهار ماه گذشته در ایران در جریان بوده فقط جمهوری اسلامی رو شک نکرد بلکه میشه گفت که سلطنت طلبها ها هم انتظار همچون جنبشی از همچون نقطهی با همچون شعارهایی با همچون محتوایی رو نداشتند و در واقع میتونیم بگیم که خودشون رو در کنار جمهوری اسلامی بازنده اصلی اون تحولات چهار ماه اخیر میدیدند دیگه مثلا صحبتی از شعاری که بیش از ده سال روش سرمایه گذاری کرده بودند پول براش خرج کرده بودند تلویزیون براش اختصاص داده بودن برای رضا روحت شاد صحبت از اون نبود صحبت از زن زندگی آزادی بود اونم در منطقه ای که اونا بهش حساسند دلایلش رو بنا عرض میکنم ولی از همون روز آغاز شروع کردن به تلاش برای انحراف این انقلاب تلاش برای مصادره انقلاب و برگرداندن آن به نفع خودشون از کارهای خیلی مسک و ابتدایی در حد جعل شعار که مثلا در مورد سنندج میگفتند که سنندجی ها شعار دادن جن جیان پهلوی چیزی که بعدا خودشون هم از خجالت مجبور شدن که پاکش کنند اما هشتگاش هنوزم هم موجوده یا اینکه اومدن نتونستند شعار زن زند زندگی آزادی رو منحرف کنند اومدن یک مرد میهن آبادی رو بهش اضافه کردن برای تاکیدی تأکیدی بر نظام پدر سلطنتی خودشون یا حتی در جاهای دیگه هم در خارج از کردستان مثلا در ایزه من یادم یکی از شخصیت یکی از شعارهایی که مردم دادن آن زمان شعاری بود در مورد زندهات هادی بهمنی هادی بهمنی یکی از شهروندان ایزه بود که یک سال قبلتر در اعتراضات ایزه کشه شده بود مردم ایزه شعار میدادند امروز روز آزادی است جای بهمنی خالی است رسانه های وابسته به رضا پهلوی اینو تعبیر میکردن که جای پهلوی خالی است به هر حال این تلاش ها ادامه پیدا کرد و حساسیتشون متقابلا بر کردستان بسیار زیاد بود میشه گفت که به اندازه جمهوری اسلامی آنها از مطرح شدن مسئله کردستان وحشت داشتند و از اون مهمتر میشه گفت فقط سلطنت طلب ها و جمهوری اسلامی بود که در این چهار ماه در مورد تجزیه طلبی حرف زدند باید بفرمایید نه در کردستان نه در خارج از کردستان نه در بلوچستان نه در بین احزاب نه در خارج از کشور در چهار ماه گذشته من غیر از سلطنت طلبها و غیر از جمهوری اسلامی یک فرد یک جریان یک حزب سراغ ندارم که در مورد تجزیه طلبی حتی از منظر حقوق بشر حتی از منظر یک حق بدیهی هم صحبت کرده باشه در شرایطی که حتی صحبت از این بود که کردستان الگوی ایران بشه کردستان شعار می‌دادن مردم شعار می که تهران کردستان بشه ایران گلستان میشه مردم در کردستان فریاد می هم در مورد کردستان هم در مورد ایران شعار می‌دادند. اما سلطنت طلب ها و جمهوری اسلامی پا به پای هم مقوله تجزیه طلبی رو برجسته میکردند و مردم رو از این مسئله تجزیه طلبی می ترسندند. علت مشکل آنها با کردستان به چند دلیل مختلف برمیگرده اولا آنها تازه متوجه ضعف خودشون شده بودند نمیدانستند که چه پتانسیل بزرگی در کردستان وجود داره در صورتی که مثلا رضا پهلوی قبل از این تحولات در اون مصاحبه مطبوعاتی که در خرداد 1401 داشت تنها صحبتی که در مورد کردها داشت بود سران سران و رئیسان اشایر و قبایل توایف کرد و بلوچ این نگاه اونها به کردستان یک نگاه اشیره ای و قبیله ای بود مثلا یک رئیس حزب هم از نظر اونها حتما یک رئیس اشیره بوده حالا دقیقا برعکسش رو میدیدند مدرن بودن، پیشرو بودن، منسجم بودن کردستان رو میدیدند و احساس خطر این که قرار در ایران الگو بشه یعنی باور بفرمایید این شعار کردستان الگوی کل ایران به اندازه جمهوری اسلامی سلطنت طلبو ازش وحشت داشتند نکته دومی بود که متحد شده بودن که چیزایی که خودشون ندارند مثلا کردستان حزب داره اونا فهمیدن که حزب ندارن کردستان شخصیت های حزبی و غیر حزبی داره که موقعی که فراخان میدن مردم ازشون حمایت میکنن رضا پهلوی در این چهار نتونست حتی 500 نفر رو در پایتخت یا در فلان شهر ایران بتونه منسجم بیاره خیابان از دیگر سو مقولاتی که مطرح میشد مثلا گفته میشد حزب دموکرات کردستان ایران مثلا هفتاد و اندی سال قدمت داره خب این عدد هفتاد و اندی از عدد چهل و چهار که آنها فکر میکنن و میخوان القا کنند که کل بدبختی های ایران فقط از چهل و چهار سال پیش آغاز شده عدد ه و هشت برای آنها بسیار خطرناک بود به هر حال به این مجموعه دلایل شروع کردن به تخریب به نظر من اتفاقا احزاب خیلی خوب برخورد کردن مردم هم خیلی خوب برخورد کردن واقعا تلاش کردن این رو در حد یک نظریه در حد یک ایده نگه دارند خب برحال یه ایده فکر می کنند و به تخریب متقابل نمی پرداختند من خودم شخصا سه سال پیش در همچون روزهایی در ژانویه 2020 مطلب مفصلی به اسم مانیفیست سرنگونی منتشر کرده بودم و در اونجا اعتلافی رو پیشنهاد داده بودم مکانیزم اعتلاف مراحل اعتلاف رو توضیح داده بودم و مرحله اول اعتلاف این بود که حداقل نیروهایی که براندازن در مورد جمهوری اسلامی با هم متفقند که این جمهوری اسلامی باید بره گام خصوصشون اینه که همدیگر رو تقریب نکنند انرژیشون رو صرف مبارزه با جمهور اسلامی کنن من شخصا به این چه مطلبی که خودم حداقل نوشته بودم میباید وفادار باشم و در تمامی سه سال گذشته و در تمامی چهار ماه گذشته سعی کردم هیچ نقدی بر سلطنت طلبا نداشته باشم و این کارهای بسیار ناپسند و ناشیانشون رو سعی میکردم که نادیده بگیرم قضاوت رو به مردم بسپاریم اما مسئله فراتر از اینا رفت مثلا در مورد اعتلاف که الان واقعا خارج از کشور ما نیاز به اعتلاف داریم آنها علنا مانع میکردند شخصیت ها رو تخریب میکردند احزاب رو تخریب میکردند سیاست شوتر مرغی رو در پیش گرفته بودن مثلا موقعی که به افراد و به شخصیت های سیاسی میرسیدن و میگفتن چرا با اینا اعتلاف میکن... نمیکنید میگفتن اعتلاف که مال افراد نیست اعتلاف مال احزابه بعد که به احزاب که میرسیدن میگفتن خب چرا حالا با احزاب اعتلاف نمی کنید میگفتن دیگه احزاب خوب نیست با هم اعتلاف کنند افراد و شخصیت هایی باید با هم اعتلاف کنند یعنی دقیقا آنجایی که به شطور میگید شطور مرگ میگید بار ببر میگه من مرگم میگید پرواز کن میگه من شطورم این رو هم به کنار من در شب اول ژانویه متوجه شدم که به صورت مشترک پنجشیش چهره ای اپوزیسیون از جمله رضا پهلوی متن مشترکی رو منتشر کردند و باور کنید بسیار خوشحال شدم اتفاقا در همون مانیفیست براندازی که ارز کردم سه سال پیش منتشر کرده بودم در بند دو در مرحله دو پیش کرده بودم حالا که احزاب و شخصیت ها نمی ما هم یک متن مشترک رو با امضای مشترک منتشر کنند پیشنهاد کرده بودم که این افراد یک متن مشترک رو اما جداگانه هر کس با امضای خودش منتشر کنه گفتم چه خوب اتفاق خوبی افتاد حالا پنج شخصیت که به هر دلیلی با همواره اگه اطلاف رسمی نشدند یک متن مشترک رو جدا جدا منتشر کردند نیم ساعت نگذر شما داشتم خودمو و مطلبی اماده میکردم که بنیسم نیستم یادواری مطلب دو سال پیش که این چقدر گم خوبیه و در مرحله بعد چه کار باید بکنیم متوجه شدم که نه اینجا هم اینا میخوانی ای ترفندی بزنند میخوان این گروه رو به نام خودشون ات... مصادره کنند بلا فاصله تلویزیون ایران اینترنشنال که این خبر رو منتشر کرد عکس رضا پهلوی رو چند برابر عکس سایر افراد گذاشته بود انگار اونا مثلا حواریونی هستن که به دور رضا پهلوی جمع شدند بعد رسانه کیهان لندن خبر رو جعل کرد گفت که یک مطلبی رو که رضا پهلوی منتشر کرده این چهار نفری دیگر آن را بازنشر کردند که اونم یک شرطی از تابعیت یا آنچه که جدیدن گفته میشه وکالت دادن که اون بعد معلوم شد افشا شد که این کاملا درو بود اصلا از طرف رضا پهلوی منتشر نشد اون پیشنهاد نشده بود در مرحله سوم از این افراد رفتن ایندیپندنت فارسی رسما آنچه را که ایران اینترنشنال در صورت به شکل عکس نشان داده بود اون به صورت تیتر زد گفت که به نظر میرسه ائتلافی با محوریت رضا پهلوی شکل گرفته حالا این مسئله محوریت خیلی مهمه که بعد یکی از طرف دارش هم بسم رضا تقیزاده اسمش رو گذاشت پنج به اضافه یک این که رضا پهلوی باید متفاوت باشه این که رضا پهلوی فردی فراتر از دیگرانه فردی که مقدسه فردی که نباید نقد بشه فردی که جایگاه ویژه ای داره این دیگه واقعا قابل تحمل نبود بعد در مراحل بعد وارد جعل تاریخ هم شدند تصور کنید در روز روشن رضا پهلوی جلوی دوربین میشینه و برای فریب افکار عمومی میگه که مثلا من در جنگ در عملیات جنگی شرکت کردم چیزی که صحت نداره دروغ مرزه آنچه که این روزها بش میگن فیک نیوز آنچه که بهش میگن قلب واقعیت جعل تاریخ و همه اینها برای اینکه یک جایگاهی ویژه به این فرد داده بشه و این هم یک برنامه از پیش ضبط شده بود یک برنامه زنده نبود یک اشتباه لپی نبود به حال اون تلویزیون و آن مجری هم چهار روز فرصت داشتن که اینو تصحیح کنن حداقل این چند ثانیه رو حذف کنن که این به بار نیاد که یک نفر که خودش زنده است در تلویزیونی که مسئول این زندان بیان بگن که من تاریخ نمیدونم 45 سالی گذشته رو جعل میکنم به هر حال من شخصا به عنوان کسی که سه سال پیش خواسته بودم که همه اپوزیسیون با هم متحد بشند الان پیشنهادم رو تصدیم میکنم این فرد و طرفدارانش قابل اعتلاف نیستن این فرد به نظرم خودش قربان، اولین قربانی سیستم پادشاهیه کسی که از کودکی بهش القا شده که تو متفاوتی تو برتری تو تو نه تنها از دیگران نه تنها از مردم عادی از همین وزرا و وکلا و درباریان هم بالاتری تو حتی در خانواده خودت از خواهر و برادر و حتی از مادرتم برتری مثلا مادرت نمیتونه جانشین پدرت باشه تو باید جانشین پدرت باشه این فرد 60 ساله با این تفکر با این شعور با این تربیت بزرگ شده طرفدارانش هم از آن استقبال میکنند خب ایراد نداره آنها برن ائتلاف خودشون رو بسازند من پیشنهاد میکنم که به جای اینکه به فکر تشکیل یک ائتلاف باشیم به فکر تشکیل دو ائتلاف باشیم الان شرایط کنونی بسیار خطرناکه ما الان ده ها دسته و گروه هست داریم که اصلا متفرقند ایدهال آن بود که این همه بیسی دسته و گروه و شخصیت ها با هم وارد یک اعتلاف بشند. اما اگر این شدنی نیست نباید ایده اعتلاف ای رو کنار بگذاریم اعتلاف ضروریه میتونیم در دو اعتلاف با هم متشکل بشیم حال دو گروه بهتر از بیست گروهه انسجام میان دو گروه بهتر از انسجام میان بیست گروهه و با کارهایی که رضا پهلوی و طرف دارنش کردن این دو اعتلاف میتونه یک مبانی نظری هم داشته باشه واقعا آنهایی که فکر میکنند شعارشون مرد میهن آبادیه آنهایی که فکر میکنند رضا پهلوی و ژن برترش نشان دهنده ایران هست آنهایی که فکر میکنند زمان دورانی بوده که باید به آن برگردیم این افراد میتونن حول آقای رزا پهلوی با هم جمع بشن با هم اعتراف کنن روحشون رو هم بذارن حداقل اونها هم دیگه رو تخریب نکنن که من درگیر بخشی از تخریب های درونی آنها هم هستم و متاسفم میخوام که هم دیگه رو تقویت کنن از دیگر سو کسانی که فکر میکنن زن زندگی آزادی آرمان این جنبش هست کسانی که فکر میکنن باید دموکراسی بی و شرط باید حقوق بشر باید رعایت چرخش قدرت و تقسیم قدرت و تقسیم ثروت مبنای حاکمیت آینده باشه کسانی که فکر میکنن گروه های اتنیکی در ایران تحت ستم مضاعف بودند برخلاف گروه اول که فکر کنند وضعیت کنونی سیستم متمرکز کنونی وضعیت اقلیمی وضعیت اتنیکی کاملا خوبه و گاهگداری فقط در زمینه مذهبی مثلا که سنی ها گویا مشکلاتی دارند برخلاف اونها فکر میکنند که آینده ایران باید آینده دموکراتیک باشه آنهایی که به عدالت اجتماعی فکر میکنن به دموکراسی مستقیم و دموکراسی رادیکال فکر میکنن آنهایی که به حقوق زنان فکر میکنن آنها با هم متحد بشند و این اعتلاف باعث میشه که اتفاقا در جهان بیرون خیلی بهتر و جدیتر گرفته بشیم جهان بیرون اروپا و آمریکا میدونه که ما چند دسته ایم میدونه هر اقدامی برای جمع آوری همه آنها در کنار هم دروغه فیک، مصنوعیه جمع زدینه ما نمیتونیم کسانی که در مبانی بسیار ابتدایی تا مسائل بسیار کلان با هم مشکل دارند و صرفا به خاطر اینکه هر دو مخالف جمهوری اسلامی هستند بگیم اینا در یک, در یک گروه قرار بگیرند این اشتباه رو حقیقتش اپوزیسیون ونزوئلا آرجن... آرجن... مرتکب شد و باعث شکست طرحهای آمریکا و اتحادیه اروپا شد خوان گویدو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا چنان شانسی آورده بود که اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلیس همه ازش حمایت کردن به رسمیت شناختنش اما چون ترکیب اپوزیسیونش بسیار ناهمگون بود اپوزیسیون ونزوئلا بسیار ناکارآمد شد و شخص رهبرشون هم آدم ناکار بود بعد برکنارش کردند اما خیلی طبیعه که یک گروه از ائتلاف بره بگه من نماینده بخشی از ایران هستم نماینده بخشی از مردم ایران هستم متشکل از چندین گروه همان نماینده بخشی از ایران هستم که این اعتقاد رو داره و گروه دیگر بگه منم متشکل از چندین گروه و حزب و افراد شخصی هستم و نماینده بخشی از مردم ایران هستم این واقعی تره این منطقی تر به نظر میرسه یکی از دستاوردهای خوب این جریان اینه که این میتونه مبنایی برای ساختار سیاسی بعد از انقلاب هم باشه بعد از پیروزی بر جمهوری اسلامی ما در آسیب شناسی مطالعات ایرانی یه بار عرض کردم اولین درس ما اینه که در ایران حزب وجود نداره درس دوم اینه که در ایران ساختار حزبی وجود نداره ساختار حزبی مثلا مثل چیزی که در آمریکا هست مثلا آمریکا دو حزبیه انگلیس دو حزبی بود که کم کم داره سه حزبی میشه کشورهای دیگر هستن مثل آلمان و کشورهای اروپایی که که ساختار قواره حزبی سیاسیشون چند حزبیه ولی حالا دو تا حزب یکم یک بهترن و احزاب دیگر حول آنها متحد میشن یا حتی بعضی وقتا احزاب کاملا دولت کاملا اعتلافی خواهیم داشت ما این دو اعتلاف میتوانیم در آینده ایران مقدمه ساختار سیاسی ایران هم تشکیل بدیم. در حال یکی از آنها که در برابر مردم رأی بیشتری میاره و مقبول میشه میتونه حاکمیت آینده رو تشکیل بده آن دیگری میتونه اپوزیسیون آن حاکمیت باشه اپوزیسیون البته نه بماننده الان اپوزیسیون قانونی اپوزیسیون در داخل کشور اپوزیسیونی که در سراسر سر ایران شعبه و دفتر و نمایندگی داره روزنامه و نشریه و تلویزیون خصوصی خودش رو داره کنگره های چند ساله و کنفرانس های سالانه خودش برگزار میکنه و از همه اینو مهمتر امید داره به جلب نظر مردم برای پایین آوردن رقیب و به قدرت رسیدن در قالب یک دموکراسی شاید بعد تو این ساختار تغییر کنه ما به ساختار سه حزبی چهار حزبی برسیم شاید سیستم های متفاوتی داشته باشیم ولی این میتونه نقطه آغازی باشه به هر حال هم پراکندگی خارج از کشور رو از بین میبره ارز کردم دو گروه بهتر از 20 گروه هم مقدماتی برای دیپلماسی واقعی رو فراهم میکنه هم اینکه شرایط رو برای ایران پس از جمهوری اسلامی هم ساختار سیاسی ایران بعد از جمهوری اسلامی رو هم میتونه خطوطش رو ترس کنه من پیشنهادم برای اینه که این دو گروه هم حداقل همدیگر رو تخریب نکنن من شخصا باز ترجیح میدم که به نقد پهلوی و عملکرد گروه آنها نپردازم مگر در مواردی که واقعا جل میکنن در موردی که واقعا تعریف میکنن یا قلب واقعیت میکنن یه نمونه شو عرض کردم مصاحبه رضا پهلوی با تلویزیون من و تو و آن دروغ و جعل تاریخی که به نام خودش ثبت کرد یک نمونه دیگر چون در این چهار ماه بسیار گفته شده رو باید خدمتون ارز عرض کنم و بعد واقعا از شما از مردم از بینندگان میخوام که رسانه ما باشید ما از الان میتونم بگم که رسانه نداریم مردم هستن مردم در میدانن حزب هستن تشکیلات داریم منسجم هستیم اما رسانه نداریم رسانه خاص ویژه خودشونو دارن در مقابل سلطنت طرفا رسانه در بس مال خودشونو دارن رسانه ایران اینترنشنال هم میشه گفت قسمت اعظمش در اختیار اونهاست حتی برنامه هفتگی ویژه سلطنت طلبی دارن و اگر گاه هم یک فردی قورج از اونو جذب بشه حتما به صورت هم سایبری حمله میکنن و نقد میکنن میخوان تلویزیون ایران اینترنشنال هم کاملا به تصرف خودشون در بیارن من میخوام هم رسانه ها رو میخوام که در سر خودشون تجیر نظر کنن. هم از شما میخوام تا این زمان در رساندن صدای ما به مردم منت... آه... کمک کنن و رسانه هایی که میتونن مثل تلویزیون هایی که الان وجود دارن ممنون میشن ویدیو منو منتشر کنن یک بحث پایین رو با یک بحث سیاسی آغاز میکنم چند دقیقه بیشتر وقت رو نمیگرم در این چهار ماه گذشته ده ها ها بار در مورد تمامیت به عنوان یک شرط اولی از طرف رضا پهلوی و... طرفدارانش مطرح شد من بیشتر از این نمیخوام وقتتون رو بگیرم بسیار به اختصار عرض می کنم به عنوان آغاز بحث و در آینده این رو بیشتر توضیح میدم در وهله اول تنها کسی که الان من سراغ دارم در بین 85 میلیون ایرانی مخصوصا در خارج از کشور که باید تعهد بده که خیانت نکنه به امنیت ارزی ایران خود رضا پهلوی حتی مقامات جمهوری اسلامی هم در این چهل و اندی سال گذشته تمامیت آبی ایران رو نقص کردن ولی تمامیت ارزی ایران رو نقص نکردن این فرخورش وفادار به پدرش میدونه و پدرش آخرین فردی بوده که تمامیت ارزی ایران رو از بین برده و نقص کرده اصلا در طول تاریخ همیشه شاهان ایران بودند که تمامیت ارزی ایران رو به باد دادند از شاهان صفوی بگیر تا شاهان قاجار آخرین موردش هم محمد رضا شاه پهلوی این فرد باید متحد بشه که برخلاف پدرش باید وفادار باشه به حفظ تمامیت ارزی ایران نکته دوم یک غلط جا ای در مورد تمامیت ارزی هست که گفته نمیشه این تمامیت ارزی صحبت از حاکمان هست صحبت از دولت ها هست تمامیت ارزی ربطی به مردم نداره که مردم بهش متحد بشن از آن روزی که در سازمان ملل در یکی از منشورا قید شده بود که باید به تمامی ترزی کشورها احترام قائل بشه مخاطبش کشورها بودن مخاطبش ابر قدرتها، قدرت های استعماری قدرت های که اقتصاد قوی و هم توان نظامی بالایی دارند اونایی که در طول تاریخ همیشه لشکر کشی میکردن کشور گشایی میکردن بر قلم روی خودشون افزوده میشد به آنها گفتن شما دیگه حق ندارید به تمامیت ارزی کشورهای دیگر تمامیت ارزی اونا رو نقص کنید و الان در سال 2023 این حرف رو مثلا میشه به پوتین گفت که پوتین تو حق نداری تمامیت ارزی او... اوکراین رو نقص کنی یا اردوغان تو حق نداری تمامیت ارزی سوریه رو نقص کنی تمامیت ارزی به عنوان یک شرط یا پیش شرط یا یک اصل خطر نپذیر مربوط به روابط بین دولت هاست آنچه که مربوط به مردم هست یه چیز بسیار وسیع از تمامیت ارزی که بهش میگن سوشیال کنترکت یا قرارداد اجتماعی مجموع انسان هایی که قرار در یک جغرافیا با هم زندگی کنند با هم پس از تبادل نظر پس از مشاورت ها پس از بحث های کلان یک قرارداد اجتماعی رو با هم امضا می کنند که بعداً میشه اسمش رو قانون اساسی گذاشت در آن قرارداد اجتماعی مجموع مسائل بسیار کلانی مطرح میشه از جمله در کنار آن مسئله تمامیت ارزی اینکه رابطه بین مناطق چگونه خواهد بود اینکه حقوق گروه های اتنیکی چگونه خواهد بود اینکه ثروت در آن سرزمین چگونه تقسیم خواهد شد قدرت چگونه تقسیم خواهد شد حق اقلیت ها حق زنان حق کودکان حق بسیاری موارد دیگر و در کنار آنها با رعایت همه آنها آن عده از مردم میتونن متحد بشن که بله ما مثلا به تمامیت ارضی هم احترام قائل خواهیم بود اینو خواستم عرض کنم خیلی به اختصار بیشتر از این وقتتون نمیگیرم این مطرح کردن مسئله تمامیت ارزی یک بحث انحرافیه مس... تمامیت ارزی نمیتونه پیش شرط باشه میتونه یک مجموعه از یک عضو از مجموعه بسیار وسیعی باشه که با هم باید بهش به توافق برسن نه به عنوان پیش شرط و مطرح کردنش از طرف کسی که به نظر من تنها فردیه که خطر اینو داره امنیت تمامیت از ایران رو به خطر بندازه واقعا مسکه خیلی ممنون که با این برنامه وقت گذاشتید من سعی میکنم از کانال های شبکه های اجتماعی و بعضی وقت از کانال یوتیوب مطالب و خدمتون عرض کنم از رسانه ها درخواست میکنم که رعایت این شرایطی ویژه دوران گذار ایران رو داشته باشید و تک تک کارهایی که می کنید ثبت خواهد شد و مردم قضاوت خواهند کرد رسانه بسیار مهمه اما قدرت مردم از قدرت رسانه مهمتره خیلی ممنونم به امید پیروزی به امید دیدار شما عزیزان در ایران در کردستان و به امید دیدار کسانی که ما آرزوشون رو داریم پس از سالها من شخصا بیشتر از نصف نوستالژی من در خارج از کردستان هست و دوست دارم که دوستانم رو در خارج از کردستان در اکثر سر, و سر ایران مجددا ببینم به دیدارشون شاد بشم و دوست دارم بر مزار شهیدان کردستان و شهیدان سر, و سر ایران حاضر بشم و در برابر عظمت آنها ادای احترام کنم به امید آن روز